سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه به سرنگونی یک جنگنده روسی توسط ترکیه و واکنش ها به آن خواهیم پرداخت. از تلاش فرانسه برای متقاعد کردن جامعه جهانی برای اقدام نظامی علیه داعش خواهیم گفت و نگاهی داریم به هشدار آیت الله خامنه ای نسبت به سوء استفاده از موضوع نفوذ. در پایان هم طبق روال بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه با ما خواهد بود با آخرین تحولات این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. روز سه‌شنبه سوم آذر ماه ترکیه عضو ناتو یک جنگنده روسی را در مرز سوریه سرنگون کرد. مقامات ترکیه گفتند این جت جنگی حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود. اما روسیه این ادعا را رد کرد و گفت جنگندهش بر فراز سوریه در پرواز بوده. ولادیمیر پوتین گفت ترکیه از پشت به مسکو خنجر زده. پس از این رخداد باراک اوباما و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم کاهش تنش‌ها تاکید کردند. دبیر کل ناتو هم گفت ما از تمامیت ارضی همپیمان خود در ناتو حمایت می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم کاهش تنش‌ها در پی سرنگونی هواپیمای جنگی روسی تاکید کردند. در این گفتگوی تلفنی باراک اوباما بر حمایت ایالات متحده و ناتو از حق ترکیه برای دفاع از تمامیت ارضی خود تاکید کرده است. رهبران دو کشور همچنین در مورد تمهیداتی که جلوی رخ دادن چنین سوانحی را در آینده بگیرد توافق کردند. بامداد روز سه‌شنبه سوم آذر ماه ترکیه یک سوخوی 24 ارتش روسیه را سرنگون کرد. این برای نخستین بار طی 6 دهه گذشته است که یک عضو پیمان آتلانتیک شمالی یک جنگنده روسی را سرنگون کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکایی گفته است جنگنده سرنگون شده روسی پس از ورودی که به خاک ترکیه داشته در نهایت داخل خاک سوریه مورد اصابت قرار گرفته است. این مقام دولتی که نامش فاش نشده گفته است این ارزیابی بر اساس ردیابی حرارت ناشی از موتور هواپیما انجام شده است. همزمان ینس ستولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خبرهای مبتنی بر اینکه این رویداد خارج از حریم هوایی ترکیه اتفاق افتاده را رد کرده و تاکید کرد که ارزیابی ناتو با اطلاعاتی که از ترکیه دریافت کرده همخوانی دارد. دبیر کل ناتو همچنین با ترکیه اعلام همبستگی کرد و گفت ما از تمامیت ارضی همپیمان خود در ناتو حمایت می‌کنیم. در همین حال الکساندر اورلوف سفیر روسیه در فرانسه گفته است خلبان جنگنده روسیه که مورد هدف نیروی هوایی ترکیه قرار گرفت از سوی ارتش سوریه نجات یافته است. وی روز چهارشنبه چهارم آذر ماه به رادیوی اروپا یک گفته است این خلبان به یک مقر روسی برده شده است. این موضوع از سوی مقامات کرملین به صورت رسمی مورد تایید قرار نگرفته است. پیشتر یک سخنگوی ارتش روسیه گفته بود حداقل یکی از دو خلبان هواپیمای ساقط شده آن کشور در حالی که با چتر نجات فرود می آمدند از روی زمین هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. ژنرال سرگئی روتسکو سخنگوی نظامی روسیه همچنین اعلام کرد یکی از دو خدمه هلیکوپتر نظامی روسیه که در جستجوی دو خلبان روس بوده در جریان تیراندازی شورشیان سوری و فرود اضطراری هلیکوپتر کشته شده است. وزارت دفاع روسیه به خاطر این رخداد مناسبات نظامی خود با ترکیه را به حالت تعلیق درآورده و از قصد خود برای اعزام یک ناو جنگی به آبهای سوریه در نزدیکی لازقیه که مشرف به ترکیه است خبر داده است. در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به تحولات مربوط به سرنگونی این جت جنگی ابراز نگرانی کرده و از تمامی طرفهای درگیر خواست تا برای تنش‌زدایی حول این مسئله تدابیری اتخاذ کنند.
از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند روسیه چند روز پیش از سقوط هواپیمای خود به دست ترکیه بمباران مواضع اقلیت ترکمن سوریه را آغاز کرده بود. اقلیت ترکمن سوریه از جمله متحدان ترکیه هستند. به گفته این مقام‌های آمریکایی روسیه در این منطقه بمباران‌های خود را متوجه مخالفان بشار اسد کرده است و نه شبه نظامیان داعش. ترکیه اخیراً روسیه را متهم کرده بود که جنگنده‌هایش نیروهای ترکمن را در شمال سوریه بمباران می‌کنند و گفته بود که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. خبرگزاری رویترز نیز روز سه‌شنبه سوم آذر ماه خبر داد که جنگجویان سوریه مخالف بشار اسد با شلیک یک راکت ضد تانک به سمت یک هلیکوپتر روسیه این هلیکوپتر را مجبور به فرود اضطراری کردند. بنابراین گزارش این هلیکوپتر در نزدیکی منطقه تحت کنترل حکومت سوریه در استان لازقیه فرود آمده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که این هلیکوپتر ابتدا با شلیک یک راکت مجبور به فرود اضطراری شده و راکت دوم آن را نابود کرده است. گفته می شود بالگرد ارتش روسیه 10 سرنشین داشته که پیش از شلیک راکت دوم و نابودی هلیکوپتر توانستند از آن خارج شوند. روسیه هنوز این گزارش را تایید نکرده است. در همین حال مرکز رسانه‌ای سوریه از ادامه درگیری‌های سنگین در منطقه جبل ترکمان میان گردان‌های مخالفان دولت سوریه از یک سو و از سوی دیگر نیروهای رژیم سوریه که از حمایت شبه نظامیان وابسته به ایران و پوشش هوایی روسیه برخوردارند خبر داد. 3 خبرنگار روس نیز که 2 تن از آنها برای شبکه عرب زبان روسیا الیوم کار می‌کنند در حین پوشش خبری عملیات نظامی در جبل ترکمان زخمی شدند. در حالی که رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد استفاده جناحی از موضوع نفوذ هشدار دادند، رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که نباید با استناد به سوء استفاده احتمالی و جناحی اصل قضیه نفوذ و اهمیت این مسئله را کمرنگ جلوه داد. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین در تابستان گذشته بارها درباره تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع هزاران نفر از فرماندهان بسیج سراسر کشور سخنرانی و هشدارهای اخیرش درباره خطر آنچه نفوذ خوانده را تکرار کرده و درباره آن توضیح داده است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 4 آذر گفته نفوذ جریانی از نفوذ فردی خطرناکتر است. وی در توضیح نفوذ جریانی توضیح داده که این نفوذ یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه های جنسی با هدف تغییر باورها، آرمانها، نگاهها و سبک زندگی. وی افزوده آماج نفوذ جریانی نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم سازان و تصمیم گیران هستند. نفوذ خطر بزرگی است. رهبر ایران مرداد ماه امسال و بلافاصله پس از حصول توافق جامعه اتمی با گروه 5+1 نیز گفته بود مقام‌های آمریکایی در توافق جامعه اتمی با ایران قصد داشتند راهی برای نفوذ در این کشور پیدا کنند، اما ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. آیت الله خامنه ای حدود 1 ماه پیش در یکی از تازه ترین اظهارات خود درباره نفوذ گفته بود هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها اعم از اروپایی و غیر اروپایی ندارد، اما در مورد آمریکا موضوع متفاوت است، زیرا آنها تعریفی که از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران کردند به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. به فاصله کوتاهی پس از این سخنرانی محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با هشدار در مورد فتنه ای که از پس از توافق جامعه اتمی شروع خواهد شد پیش بینی کرد که این فتنه طولانی باشد و چند سال طول بکشد.
دو روز پس از این گفته ها و در آستانه برگزاری مراسم سال روز گروگانگیری در سفارت آمریکا، تلویزیون دولتی ایران از دستگیری عوامل نفوذ در رسانه ها و استخدام افرادی برای اجرای اهداف آنان خبر داد و از قول یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نام آقای آصف اعلام کرد که در این پرونده مجموعه ای از مخربترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرایند پیچیده و هرمی چند لایه با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی در راستای ادراک سازی تلاش می کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همین روز در جلسه هیئت دولت گفته بود رهنمودها و نکاتی که رهبر معظم انقلاب مطرح می کنند با هدف استحکام قدرت ملی و برای این است که ملت ایران در برابر نفوذ بیگانگان صف واحدی بوده و در برابر توطئه ها هوشیار و بیدار باشند. نباید خدای ناکرده برخی بخواهند از این کلمات و واژگان سوء استفاده کنند و اینطور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم بخواهیم او را به نحوی متهم کرده و گروهی را به حاشیه برانیم. آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود گفته میگویند از نفوذ استفاده جناحی کردند، خب نکنند، اسم را بدون محتوای لازم مطرح نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند، اما اینکه بگویند افرادی میخواهند از نفوذ استفاده جناحی بکنند از اهمیت بحث نفوذ دشمن کم نمی‌کند. از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود، دشمن دارد طراحی می کند. او همچنین گفته کسانی که بسیج را به تندروی و افراط متهم می کنند پروژه نفوذ دشمن را تکمیل می کنند. آقای خامنه ای گفت بسیج یک گنج بی انتهاست. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت انتفاضه مردم فلسطین در کرانه باختری آغاز شده است و مردم دارند می جنگند و ما از مردم فلسطین هر طور که بتوانیم دفاع می کنیم. پیش از سخنرانی امروز آقای خامنه ای، محمد علی جعفری فرمانده سپاه و محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در جمع فرماندهان حاضر سخنرانی کوتاهی داشتند. در پی طرح خطر نفوذ از سوی رهبر جمهوری اسلامی و مقامات بلند پایه سپاه پاسداران، فضای داخلی ایران بسته‌تر و تعدادی از روزنامه‌نگاران با اتهام عضویت در شبکه نفوذ بازداشت شدند. پروژه‌ای که به باور ناظران احتمالاً بی ارتباط به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیست. در حالی که موج جدید پناهجویان همچنان به سوی اروپا در حرکت است، سازمان ملل متحد اقدام اخیر کشورهای حوزه بالکان در بستن مرزهای خود بر روی پناهجویان را محکوم کرد. دولت سوئد هم اعلام کرده که قوانین خود در رابطه با پذیرش پناهجویان را سفت و سخت‌تر کرده است. سازمان ملل متحد اقدام اخیر کشورهای حوزه بالکان در بستن مرزهای خود به روی شمار زیادی از پناهجویان اقتصادی را محکوم کرد، اما با موج جدید پناهجویانی که به سوی اروپا حرکت می‌کنند، دولت سوئد نیز اعلام کرده که قوانین خود در رابطه با پذیرش پناهجویان را سفت و سخت‌تر می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 3 آذر با انتشار بیانیه در ارتباط با آنچه در مرزهای یونان و مقدونیه می‌گذرد، تأکید کرد که بررسی پرونده پناهجویان بر اساس ملیت آنان، آنطور که شنیده می‌شود، تجاوز به حقوق انسانی پناهجویان است، چرا که پرونده هر کدام آنان باید بر اساس سوابق فردی و صرف نظر از ملیتشان بررسی شود. آقای بان سپس از همه کشورها خواست که در رابطه با پناهجویان احساس مسئولیت داشته باشند و با شفقت رفتار کنند. کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با موج انسانی که به سوی اروپا حرکت می کند، از چند روز پیش مرزهای خود را به روی پناهجویان اقتصادی و کسانی که از کشورهای غیر جنگ زده راهی اروپا شده اند بسته است. این اقدام باعث شده
که در حال حاضر حدود 1000 پناهجو در مرز یونان و مقدونیه زمینگیر شوند. اگرچه گزارش رویترز بیان می کند که موج سختگیری ها در روز سه‌شنبه تا حدی کاهش یافته، اما با این حال هنوز این سیاست جدید برقرار است. در همین حال سوئد که برای دهه ها بهشت پناهجویان محسوب می شد اعلام کرده که هم نظارت های مرزی خود را بیشتر می کند و هم قوانین سفت و سخت تری در رابطه با پناهجویان وضع خواهد کرد. استفان لوفن نخست وزیر سوئد اعلام کرده که برای من خیلی دردناک است که بگویم سوئد دیگر نمیتواند در این سطح پناهجویان را بپذیرد. سوئد نیاز به تنفس دارد. به گفته وی باید فشار پناهجویان از نظام سوئد کاسته شود و پناهجویان به دیگر کشورهای اروپایی نیز روی بیاورند. آقای لوفن در نهایت عنوان کرده که قوانین سوئد در رابطه با پذیرش پناهجویان برای مدت 3 سال تغییر می کند و به سطح حداقلی اتحادیه اروپا می رسد. سوئد که 9,800,000 نفر جمعیت دارد در 2 ماه گذشته حدود 80,000 درخواست پناهندگی داشته است. در همین 2 ماه دولت چپگرای سوئد به تکاپو افتاده تا با اقدامات متعددی از جمله نظارت‌های بیشتر مرزی شمار پناهجویان را کاهش دهد. همزمان دولت جدید کانادا اعلام کرده است به دلایل امنیتی و تدارکاتی پذیرش پناهجویان سوری را مدتی به تعویق خواهد انداخت. با این حال به گفته وزیر مهاجرت کانادا 10,000 پناهجو از اردوگاه‌های آوارگان سوری در اردن، لبنان و ترکیه تا پایان ماه دسامبر به کانادا منتقل خواهند شد. بر اساس نتیجه آخرین همه پرسی 54% مردم کانادا خواستار بررسی صلاحیت امنیت پناهجویان سوری پیش از پذیرش آنها در این کشور هستند. پذیرش 25,000 پناهجوی سوری یکی از وعده‌های انتخاباتی جاستین ترودو نخست وزیر دولت جدید کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور بود. فرانسه پس از حملات مرگبار پاریس در تلاش است تا یک جبهه بین المللی را علیه افراطیون داعش ایجاد کند. فرانسوا اولاند هفته گذشته توانست دیوید کامرون همتای بریتانیاییش را برای اقدام نظامی علیه دولت اسلامی متقاعد کند. رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته همچنین به واشنگتن رفت تا حمایت آمریکا را نیز در تشکیل ائتلافی جدید برای مبارزه با حکومت اسلامی جلب کند. اما نشست رهبران دو کشور تحت تاثیر ساقط کردن یک هواپیمای جنگی روس توسط ترکیه قرار گرفت. با این حال هر دو رهبر بر تقویت نیروهای مسلح مخالف داعش تاکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه 3 آذر ماه میزبان فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود در کاخ سفید بود که برای ایجاد هماهنگی بیشتر در مبارزه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی به واشنگتن سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما پس از دیدار با اولاند و در نشست خبری مشترک به زبان فرانسوی گفته است ما همه فرانسوی هستیم. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد ما پیروز خواهیم شد و گروه‌هایی مانند داعش شکست می‌خورند. هر دو رهبر در گفتگو بر تقویت نیروهای مسلح مخالف داعش تاکید، اما اعزام نیروی زمینی برای مبارزه با این گروه را رد کردند. رئیس جمهور فرانسه در عین حال گفته است اگرچه نمیتواند تاریخ دقیقی را مشخص کند، اما بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید هر چه زودتر قدرت را ترک کند. وی مانند همتای آمریکایی خود تاکید کرده که کنارگیری اسد از قدرت راه حل پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است. رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است واشنگتن و پاریس بر سر شدت دادن به واکنشی مشترک شامل تلاش‌های تازه برای هدف قرار دادن شبکه‌های اقتصادی تروریست‌ها، بازپس گرفتن مناطق تصرف شده توسط داعش، افزایش اقدامات در سوریه و عراق و افزایش مبادلات اطلاعاتی توافق کردند. اسوشیتد پرس در گزارش خود آورده که رئیس جمهور فرانسه تلاش داشت در سفر به واشنگتن همتای آمریکایی خود را به تشکیل ائتلافی جدید برای مبارزه با حکومت اسلامی با حضور روسیه متقاعد کند، اما ساقط کردن یک هواپیمای جنگی روس توسط ترکیه برنامه فرانسوا اولاند را برهم زد. به گفته آقای اوباما هدف قرار دادن هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه مشکلات دنباله‌دار دخالت نظامی روسیه در سوریه را یادآوری می‌کند.
با وجود این دو رئیس جمهور تاکید کردند که از عملیات نظامی روسیه در سوریه استقبال می‌کنند، مشروط بر اینکه این عملیات بر مبارزه با داعش متمرکز شود. غرب همواره روسیه را متهم کرده که بیشتر حملات خود در سوریه را متوجه گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد که مورد حمایت غرب هستند کرده، نه حکومت اسلامی و گروه‌های مشابه. رئیس جمهور فرانسه گفت او با این پیام به دیدار ولادیمیر پوتین در مسکو خواهد رفت که ما نمی‌خواهیم کسی را از مبارزه با داعش حذف کنیم. باراک اوباما هم گفت ما ائتلافی با 65 کشور تشکیل دادیم، اما ائتلاف روسیه برای حمایت از اسد تنها دو عضو دارد، روسیه و ایران. هفته گذشته نیروهای پلیس در فرانسه و بلژیک اقدامات خود برای یافتن صلاح عبدالسلام را افزایش دادند. همزمان مقامات فرانسوی اعلام کردند شواهد نشان می‌دهد که عبدالحمید ابائود، رهبر حملات تروریستی دو هفته پیش در پاریس، قصد انجام حمله دیگری چند روز پس از حمله روز جمعه را داشته است. فرانسوا مولینز دادستان فرانسوی گفت شواهد نشان می‌دهد که ابائود، رهبر حملات تروریستی دو هفته پیش در پاریس، قصد انجام حمله دیگری چند روز پس از حمله روز جمعه داشته است. بنابر اعلام دادستانی فرانسه در روز سه‌شنبه سوم آذر، شواهدی هست که نشان می‌دهد عبدالحمید ابائود، سرکرده مهاجمان، قصد داشت دست به کشتار دومی در مرکز تجاری لتفانس در فرانسه بزند. ابائود در میان کسانی بود که در یورش ماموران پلیس در روز چهارشنبه هفته پیش به آپارتمانی در پاریس کشته شد. بنابر اطلاعات تازه، اگر ابائود و همراهانش کشته یا دستگیر نشده بودند، قصد داشتند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دست به حملات انتحاری بزنند. ابائود شخصا در حملات 13 نوامبر شرکت داشته و جزو مهاجمان به میکده ها و رستوران ها بوده و بعد با اتومبیل از صحنه دور شده است. وی دو روز بعد به آپارتمانی در سندنی رفت، جایی که پلیس او را یافت. دادستان پاریس گفته است ابائود در شب حمله به تئاتر باتاکلان که در آن تعداد زیادی محاصره و کشته شدند حضور داشته است. همزمان در روز سه‌شنبه در بلژیک اعلام شد که حکم جلب مردی به نام محمد ابرینی در ارتباط با آن حملات صادر شده است. دادستان‌های بلژیکی گفتند که این فرد که تازه به او مظنون شدند، دو روز پیش از حمله در حال رانندگی اتومبیلی همراه با صلاح عبدالسلام در یک ایستگاه پمپ بنزین در اتوبانی به سوی پاریس مشاهده شده است. رنوی که ابرینی در حال رانندگی آن مشاهده شد، بعداً در حملات پاریس استفاده شد. پلیس از مردم خواسته در صورت دیدن این فرد از او پرهیز کنند. پلیس بلژیک ابرینی را خطرناک و احتمالاً مسلح توصیف کرده است. همزمان نیروهای پلیس در فرانسه و بلژیک اقدامات خود برای یافتن صلاح عبدالسلام را افزایش دادند. عبدالسلام یکی از 8 مظنون حملات پاریس است که گفته می شود زنده مانده و گریخته است. بروکسل تا روزهای آینده همچنان در وضعیت اضطراری قرار خواهد داشت. بنابر گزارش ها، برخی از سوپرمارکت های پایتخت بلژیک و دو فروشگاه آیکیا در حومه شهر فعالیت خود را از سر گرفتند. در این حال هنوز مشخص نیست آیا بازار کریسمس در میدان گراند پلاس شهر در هفته های منتهی به مراسم کریسمس و آغاز سال نو میلادی باز خواهد شد یا نه. قرار است تقریبا نیمی از خطوط متروی شهر فعالیت خود را از 4 آذر ماه از سر بگیرند. مدارس نیز دوباره باز می شوند، اما 300 نیروی پلیس و 200 سرباز ارتش به نیروهای امنیتی که در حال حاضر در خیابان ها هستند می پیوندند. در آستانه اجلاس پاریس برای مهار گرمای زمین، تحقیقات تازه‌ای در زمینه تغییرات اقلیمی انتشار یافته است. یک پژوهش از خطر تغییرات اقلیمی بر روی 690 میلیون کودک سخن میگوید و تحقیق دیگر از افزایش فجایع طبیعی در 20 سال گذشته. حدود 690 میلیون کودک به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض بیماری، فقر و حتی مرگ قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در این زمینه با انتشار یک تحقیق کشورها را به اقدامی اضطراری فراخوانده است. آنتونی لیک، رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید تغییر و تحولات اقلیمی بیش از همه کودکان را در معرض آسیب قرار داده است. از نظر وی، اگر اجلاس سران در پاریس به پیمانی مناسب برای
برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مهار گرمایش جو زمین نینجامد، صدها میلیون کودک در سراسر جهان در معرض خطر خواهند بود. بنابر تحقیق تازه یونیسف در مناطقی که بیشتر در معرض تهدیدات اقلیمی هستند، حدود 690 میلیون کودک زندگی می‌کنند. در حدود 530 میلیون کودک مقیم کشورهایی هستند که دائما با سیل‌های توأم با فجایع انسانی و طبیعی مواجهند. اغلب این کشورها در آسیا واقع شدند. 160 میلیون کودک هم در مناطقی از آفریقا زندگی می‌کنند که دائما در معرض خشکسالی هستند. تحقیق یونیسف پیش از اجلاس سران جهان در پاریس انتشار یافته است. موضوع این اجلاس که روز 30 نوامبر برگزار خواهد شد، رسیدن به توافقی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مهار گرمای زمین است. این پیمان قرار است سال 2020 جایگزین پیمان کیوتو شود و مانع از آن شود که گرمای زمین تا آخر قرن حاضر نسبت به آغاز دوران صنعتی شدن جهان بیش از 2 درجه افزایش یابد. یونیسف از این اجلاس خواسته است که علاوه بر تمهیدات در راستای جلوگیری از گرمای زمین برای مقابله با خطراتی که کودکان را تهدید می‌کنند، نیز تدابیر و تصمیماتی اتخاذ کند. در همین حال، بنابر تحقیق تازه دفتر مقابله با آفات طبیعی سازمان ملل، بیش از 90% از سوانح و حوادث طبیعی در 20 سال گذشته شامل سیل، طوفان، گرما و خشکسالی و حوادث مشابه ناشی از تغییرات جوی کره زمین بوده است. همین داده‌ها حکایت از آن دارند که سوانح ناشی از تغییرات اقلیمی در 20 سال گذشته به مرگ دستکم 600 هزار نفر در جهان انجامیده است. 4 میلیارد نفر دیگر نیز یا مجروح شدند یا خانه و کاشانه خود را از دست دادند. در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به بهنام امینی، خبرنگارمان در ترکیه، که از تازه‌های این کشور و منطقه می‌گوید. تنها چند روز پس از کنفرانس G20 که رهبران دو کشور ترکیه و روسیه بر تحکیم و گسترش روابط با یکدیگر تاکید می‌کردند، یک فروند جنگنده سوخوی 24 روسی در مرز ترکیه به دست هواپیمای F-16 این کشور ساقط شد. بیجد نیست که گفته میشه هوای سیاست را چندان اعتمادی نیست. ترکیه میگه به حریم هوایی اونها تجاوز شده. روس‌ها میگن این حمله یک اقدام از پیش برنامه ریزی شده بوده. هم ناتو و هم ایالات متحده در عین حمایت از تمامیت ارضی ترکیه هر دو کشور رو به خیشتنداری دعوت کردن. اینکه حقیقت ماجرا در پیش چه کسی نهفته است، ترکیه یا روسیه، تشخیص آن به واقع امر دشواری است. اما آنچه روشن است این است که نه برای روس‌ها و نه برای ترک‌ها موضوع تنها در ساقط شدن این جنگنده خلاصه نمیشه. ولادیمیر پوتین گفته ما از پشت خنجر خوردیم و این حرکت تبعات جدی در پی خواهد داشت. دو کشور اما اعلام کردن که تمایلی به افزایش تنش به ویژه در بعد نظامی ندارن. پس تبعات جدی که پوتین میگه در چه زمینه‌های متوجه ترکیه خواهد شد؟ میشه تصور کرد که منظور از این تبعات بیشتر در حوزه سیاست، اقتصاد و تجارت باشه. ترک ها به شدت نیازمند گاز روس ها هستند. از سوی دیگه سالانه بالغ بر 5 میلیون گردشگر روس به ترکیه سفر میکنه و این رقم قابل توجهی برای صنعت توریسم ترکیه محسوب میشه. همین الان هم دولت روسیه منع کرده سفر شهروندان خودش به ترکیه رو. با آن طور که خبرها نشان میده، خیلی از دفاتر توریستی روسیه خدمات خودشون در مورد ترکیه رو فعلا به حالت تعلیق در آوردن. در این حال ترک ها میبینن که روز به روز ارتش اسد با حمایت هوایی روس ها تقویت میشه. کردها در شمال سوریه قدرت باثباتی رو به دست آوردن، اما همپیمانان آنها در سوریه یعنی ارتش آزاد و ترکمن ها در موضع ضعف قرار گرفتن. از این دیدگاه باید گفت که ترکیه هم به واقع این نقش و هزینه رو به جان میخره، تنها از برای این هدف که بتونه همپیمانان خودش در ناتو رو متقاعد کنه که یک منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه ایجاد بکنن. اما
اما ترکمن‌های سوری که درگیری اخیر روسیه و ترکیه هم به نوعی در ارتباط با آنها است، چه کسانی هستند و چه نقشی در صفحه شطرنج سیاسی سوریه بازی می‌کنند؟ حساسیت ترکیه بر روی ترکمن‌های سوری از دو جهت هست. یکی آنکه ترکیه یک قرابت نژادی رو با ترکمن‌های سوری تعریف می‌کنه. مسئله دوم اینه که ترکمن‌های سوری از مخالفان بشار اسد محسوب میشن. این اقلیت نژادی گفته میشه از دوره عثمانی در سوریه پراکنده بودن. جمعیت چندانی البته ندارن، حدوداً شاید 100 هزار نفر و بیشتر در منطقه کوهستانی لازقیه سکونت دارن. همین منطقه‌ای که جنگنده روسی هم در اونجا سقوط کرده. پس از نارامی ها در سوریه، ترکمن ها هم در سال 2012 یک نیروی شبه نظامی رو تشکیل دادن و خب در این رابطه هم از حمایت ترکیه برخوردار شدن، درست در نقطه ای که چندین سال از ترکیه تلاش داره منطقه حائل و پرواز ممنوع ایجاد بکنه. حالا روس ها دست به عملیات هوایی زدن بیخ گوش مرزهای ترکیه و بالای سر متحد آنها یعنی ترکمن ها. آنچه مسلم است اینه که شورشیان ترکمن حالا کارت جدید بازی ترکیه در سوریه هستند، به ویژه برای محدود کردن قدرت نفوذ کردها. تصویر رفته، اما ویدئویی است از لحظه سقوط خلبان روسی در منطقه تحت نفوذ ترکمن‌های سوری. بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه می توانید مهمترین گزارش های هفته را از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی هایی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقد های خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما هستم، خدایا رو نگهدارتون.